همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، کم سابقه است اظهارات اینقدر روشن و عیان که ما داریم در خاک کشور دیگه عملیات انجام میدیم. بله و خب البته به اسطوره مستقیم نگفت در خاک ایران، ولی وقتی که میگه هر جا، احتمالا خاک ایران هم جزش هست. و باید گفت که سه بار هم در طول 24 ساعت گذشته گنس هشدار نسبتا مشابهی داده. اینهایی که شما گفتید رو در واقع عصر دیروز در یک مصاحبه با کانال 13 بیان کرد که گفت ما با ایران در حال جنگ هستیم و گفت که ایران هم میدونه که ما بلد هستیم چطور دست به اقدام بزنیم. ساعتی بعد از اون در یک مراسمی که برای یادبود سربازان کشته شده اسرائیلی در جنگ با لبنان بود هم دوباره به ایران هشدار داد. در اونجا گفت که اسرائیل از همه امکاناتی که در دست داره، چه در زمین، چه در هوا، چه در دریا و چه از در واقع در عرصه سایبری استفاده میکنه برای اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی و یا تسلیح ایران برای ضربه زدن به اسرائیل رو بگیره. گفت که ما اقدامات خودمون رو در واقع در زمان و مکانی که برای خود اسرائیل مناسب باشه انجام میدیم و گفت که اسرائیل برتری نظامی خودش رو برای حفظ ثبات و امنیت خودش و کشورهای منطقه همچنان حفظ خواهد کرد. بار دیگه هم امروز دوباره بنی گنتس یک هشداری داد به ایران و البته به گروه‌های نزدیک به ایران که گفت که اسرائیل هیچ گونه در واقع نقض حاکمیت ملی خودش رو، چه به صورت شلیک راکت باشه چه به هر صورت دیگه از سوی گروه‌های نزدیک به ایران یا خود ایران، قبول نخواهد کرد و به اون واکنش نشون میده. ممنونم از تو اشکان صفای، خبرنگار ما در اورشلیم.